منصور دهستانی منفرد، مربی و مشاور توسعه سرمایه های انسانی، سیستم های بهبود کیفیت، تحصیلات، دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیرعامل مؤسسه آموزشی نوبانگ اندیشه و دارای سوابق علمی، عملی، آموزشی. تألیفات و مقالات متعددی نیز دارا می باشد. درود بر شما همیهنان پاکرندار، نیکردار و راستگفتار در سراسر جهان. سپاسگزارم از مدیریت، کارشناسان و دستاندرکاران پرشین ایوارز که این مجال رو فراهم کردند تا خورده دانشهایی رو با شما در میون بگذارم. وقتی که ما درباره مفهوم مدیریت و سازمان و سازماندهی صحبت میکنیم، معمولا پیشفرض ما این هستش که سازمان مجموعه ایست از روابط در زنجیره ای از تعهدات. تعاریف مختلفی برای سازمان وجود داره، ولی من این تعریف رو که سازمان زنجیره ایست از روابط در زنجیره ای از تعهدات رو بیشتر میپسندم. هر سازمان معمولا سه رکن یا پایه داره: هویت اون سازمان، منابع اون سازمان و ساختار روابط در اون سازمان. استراتژی راجع به این صحبت میکنه که چجوری از این منابع برای رسیدن به این هویت استفاده کنیم. شیوه مدیریت درباره این صحبت میکنه که ساختار روابط چگونه باشه تا ما از این منابع به خوبی استفاده بکنیم. وقتی که ما مفاهیم مدیریتی رو در تئوری‌های کلاسیک، نئوکلاسیک، علوم رفتاری، نگرش مدرن و پسامدرن بازبینی می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری از مفاهیم مدیریتی رو ما می‌توانیم در جای جای شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور، فردوسی بزرگ، پیدا بکنیم. برای مثال وقتی که برای نخستین بار طهمورث بر تخت پادشاهی می‌نشینه، میگه که زهر جای کوتاه کنم دست دیو، که من بود خواهم بود جهان را خدیو، هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم زبند. یعنی مدیریت استعداد، جانشین پروری، پرورش استعدادها و سرمایه های انسانی و هر آن چیزی که برای جهان و جهانیان سودمند هست رو طهمورث آزاد خواهد کرد و کمک خواهد کرد به بالندگی اون. یا در جایی در پادشاهی بهرام ما میبینیم که زمانی که دهقانان و کشاورزان گرفتار آفت یا خشکسالی میشن، از معاف و پرداخت مالیات به حکومت معاف میشن. زمین کسان را خار نگذاشتی، خراج اندر آن بوم برداشتی. در جای دیگری در پادشاهی های مختلف شما شاهد ازدواج های برون مرزی هستید. ازدواج پادشاهان ایران با خاقان چین، ارتباطات خویشاوندی پادشاهان ایرانی با امپراتوری های ژاپن، شرق و غرب عالم، و این نشان دهنده نگرش شگرف پادشاهان آن دوران به بهبود و توسعه روابط بین المللی بوده. و بسیاری از این آموزه های مدیریتی رو شما میتونید همونطور که گفتم در این پادشاهی ها بازبینی و واکاوی کنید. در داستان بند کشیدن ضحاک توسط فریدون اشاره میکنه که به یک روی جویند هر دو هنر، سپاهی نباید که با پیشور. سزاوار هر کس پدید است کار، یکی کارورز و یکی گورزدار. سراسر چه آشوب گردد زمین، چو این کار آن جوید و آن کار این. یعنی شما وقتی میبینید که اشاره میکنه که یک گرزدار، یعنی کسی که نظامی و سپاهی هست، میاد در کار بازرگانی وارد میشه، سراسر آشوب گردد زمین، یعنی همه اصل و اساس کسب و کار به هم میریزه. تأکید بر این که شایسته گزینی و شایسته گماری میبایستی سرلوحه کارهای ما بشه، در داستان به بند کشیدن ضحاک توسط فریدون به نیکی بهش اشاره شده. شما میبینید که تعادل میان قدرت و دانش در پیوند میان سیمرغ، زال و رستم به خوبی بهش اشاره شده، که ما همچنان که نیازمند این هستیم که از نظر
توانایی های دفاعی، رزمی، نظامی توانمند بشیم، نیازمند دوراندیشی، تدبیر و درایت برای رفاه و خوشبختی و سعادت مردم هستیم. فرصت بسیار کوتاه هست، فقط خواستم گوشه ای از فرازهای بلند شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور رو برای بازبینی مفاهیم مدیریتی پیشکش شما عزیزان بکنم. بر این باور هستم که اگر هر فرد دلسوزی فرصتی برای بازبینی بسیاری از مفاهیمی که گم شده جامعه امروز ما و شاید جامعه جهانی هست بگذاره و کمی اندیشه کنه در آموزه های شاهنامه، به یقین میتواند بسیاری از این آموزه هایی رو که میبایستی به کار بگیره در شاهنامه پیدا بکنه و از اونا استفاده بکنه و به کار ببنده. همچنان امید این دارم که فرصت این رو داشته باشم که در باقی عمر خودم وقت خودم رو، زمان خودم رو صرف بازبینی و خوانش جای جای شاهنامه بکنم تا آنچه رو که کاربردی و سودمند برای مردمان ایران و جهان هست رو در حوزه های مختلف مهارت و شایستگی، مسائل مدیریتی، مهارت های زندگی بازبینی بکنم و اونها رو به یک شکل مدون پیشکش همه افراد دلسوز، دردمند و نیازمند دانش و آگاهی بکنم. از همراهی و شکیبایی شما بی‌نهایت سپاسگزارم و شما رو به ایزد منان می سپارم. خدا نگهدار شما.